خب سلام دوباره خدمت دوستان عزیز. قسمت دوم ضربه زیر باند رو میخواییم توضیح بدیم. ببخشید که منو نمیبینید، من بیشتر برام مهمه که شما میز و توپ رو ببینید. خب در مورد جای گرفتن چوب صحبت کردیم، اینم یه چوب باشگاهیه. وقتی که حالت عمود به میز یه همچین حالتی ضربه میزنید، گفتیم که یه مش بیای جلوتر بهتره. حالا زمانی که اوریب به میز شدیم به این حالت، از اونجایی که مشخصه فاصله پل الان تا توپ سفید بلندتر شده و بیشتر شده، توی این حالت گرچه سفید به باند چسبیده ولی دیگه نیاز نیست جلوی چوب رو بگیریم، چون حالا چوب کم میاد و توی این حالت بهتره که تایی چوب رو بگیریم. پس فقط فاصله سفید تا باند مهم نیست، اینکه ما با چه زاویه‌ای داریم ضربه میزنیم هم مهمه. ضربات زیر باندی که اوریب میزنیم خیلی ضربات مهمی هست، یعنی یه جورایی سخت‌تر هست، به خاطر اینکه سفید رو یه جور عجیب غریبی میبینید. یعنی الان سمت راست سفید رو من بیشتر میبینم تا چپش، به خاطر اینکه اوریبه. این ضربات رو تمرین کنید، هم برای پل گذاشتنش هم برای زیر باند زدنش. کلن سعی کنید خودتون رو قوی کنید، در رابطه فوق‌العاده کاربردی هست. مرسی که این ویدیو رو دیدین. در این حال پس نتیجه حرفمون این شد که عمود اوریب به این سمت و اوریب به این سمت، سعی کنین که از زیر باند ضربه بزنین و بهترین پلی که میتونین برای تکون نخوردن چوب بذارین. حالا بعضی اینجوری دوست دارن، بعضی هر جوری که دوست دارین که چوب تکون نخوره، اینو تمرین کنید و مرسی تا ویدیوی دیگر. بدرود.